آخه این توجه، من تعجب میکنم، شما بالاخره کارشناس دارین میدونین. یا مثلا بحث دیگه در تلویزیون از چند سال پیش شروع شده، یه روز هم از من دعوت کردن که بیام راجع به انقلاب مخملی حرف بزنم. من به اون دوست عزیز تلفنی گفتم آقا انقلاب مخملی در کشورهای استبدادی اتفاق میفته. شما وقتی میگین آقا در ایران میخوان انقلاب مخملی اتفاق بیفته، تالی فاسدش روی دیگر سکهش یعنی که پذیرفتین نظام جمهوری اسلامی انتخابات آزاد نداره، خودتون میپذیرین ناخواسته. میگن آقا اینا میخوان دنبال انقلاب مخملی. آقا اگر انتخابات آزاد وجود داشته باشه، فرایند دموکراتیک باشه، عرصه رقابت عرصه آزادی باشه و سرنوشت از صندوق رأی تعیین بشه، که چرا دیگه مردم میخوان انقلاب کنن؟ انقلاب که یه چیز همینجوری نیست که. انقلاب یه ملت ممکنه در طی چندین صده یه بار ممکن انقلاب بکنه، اون دیگه کار به استخونش برسه. حالا انقلاب نوع خشنش میخواد باشه، نوع نمیدونم نرمش باشه، مخملیش باشه، رنگیش، سیاه، سفید، قرمز، زرد، هر نوعیش شما هی عمدش میکنی، ناخواسته داری میگی که آقا جمهوری اسلامی کشور آزادی نیست و یه عده چون نمیتونن از راه های دموکراتیک به حقشون برسن میخوان انقلاب مخملی بکنن. اینا واقعا من تأسف میخورم به عنوان یک کارشناس مسائل سیاسی که میبینم در تلویزیون جمهوری اسلامی اینقدر سطحی به قضايا نگاه میشه. یا مثلا پاره شدن عکس امام، یه نفر عکس امامو پاره کرده، حالا کی بوده نبوده معلوم نیست، این کار بدیه، اهانت شده به حضرت امام. تلویزیون بارها بارها اینو پخش میکنه، یه منکر رو در سطح تیراژ بسیار میلیونی داره منتشر میکنه برای ملت. اگه اون منکری که این به مراتب بدتره، که خلافش بیشتره که. بعد از اون طرف مردم میبینن، همین الان هم بینندگان عزیز داشتن همین ایرادا رو میگرفتن. در اگر واقعا پاره شدن عکس حضرت امام منکر هست که هست، آقا توهین به بیت امام منکر نیست؟ این کار خلافی نیست؟ که شما یه فردی مثل آقای خاتمی، انسان متدین متعهد، من میتونم قسم بخورم که کمتر کسی پیدا میشه تعهدش نسبت به اسلام، کشور، انقلاب، ملت و قانون اساسی میخواد در عاشورای حسینی سخنرانی کنه، جلسه سخنرانش رو هم میزنن. مگه قرار همه سه هم حرف بزنن؟ خب هر کسی ممکنه قرائتش از عاشورا داشته باشه، ممکنه آقای خاتمی انتقاد داشته باشه که داره، ولی قرار نیست ما بریم یه عده وا داریم چماق به دست. آخه این زشته، بعد از 30 سال جمهوری اسلامی این کارا رو میکنن. اینم تلویزیون هم میشه سخنگوی همین تفکر و همین جریان. اینا واقعا باعث تاسف. نهم دی هم که اشاره کردین، من بیانیه آقای محسن رضایی رو امروز توفیق شد خوندم، دیدم گفت آقا حرف قشنگی زده که آقا نه دی مربوط به هیچ کسی نیست. در این کشور هر ایرانی، اعم از یهودی، مسیحی، مسلمان، اعم از سنی، شیعه، همه به امام حسین عاشورا ارادت دارن. این که بحثی نیست که اگر کسی اومده خدای نخواسته در روز عاشورا خطایی رو صورت داده، همه ملت باش مخالفن، این هیچ بحثی توش نیست. منتها من حرفم اینه، من دارم این بحث رو میگم به دوستان خودم که عزیزان من، اگر در روز عاشورا کف و سود زدن اشتباه است، زدن به مردم به ولا اشتباهش بالاتره، کشتن مردم به مراتب خطاش بیشتره. من نمونه هایی رو از نهج البلاغه امشب براتون میخونم تا ببینید حضرت امیر چجوری حکومت میکره، ما داریم چجوری حکومت میکنیم. بنابراین نوه ده متعلق به همه ملته، به هیچ جریان خاصی هم بستگی نداره. منتها صدا و سیما با سعی میکنه این رو واو منتسبش کنه به یه جریان خاصی و بگه آقا این مردم ما بودن. خب اگه واقعا مقدسات همه شما مصادره میکنین، خب ملت اون وقت چیکار باید بکنه؟ انتقادش رو چجوری باید ابراز کنه؟ مخالفت چجوری باید ابراز کنه؟ اینو بحثایی که من معتقدم شما در برنامه‌تون توجه کنید. و صدا و سیما واقعا الان شما اشاره میکردید که برخی دوستان حاضر نیستن بیان در صدا و سیما. من هم با اکرام اومدم، ولی گفتم بیام اینجا حرفامو بزنم، از این فرصت استفاده کنم. البته من قبل برنامه به شما گفتم. بله، قبل از برنامه بحث کردیم، بله. و بگم که این رویه‌ای که واقعا صدا و سیما پیشه گرفته رویه درستی نیست و این مسیر نتیجه این رویه چطور آقای دکتر؟ اگر اجازه بدین، یعنی وقتی که صحبت‌های من داره پخش میشه طبیعتاً دوستان می‌بینن، اگر این فضا واقعا تداوم پیدا کنه طبیعتاً من فکر کنم به نفع کشور. بسیار عالی. خیلی